زمان به بصره جا نمانند. تبعید شدگان به بصره جا نمانند. شدگان به بصره جا نمانند. تبعید شدگان به بصره جا نمانند. تبعید شدگان به بصره جا نمانند. یک سوار شید. برو. چیه؟ آره رفتن نداری؟ گفتم که دل ناگرون تعبیر نباش کله گنده، چشمم بزنی فرستاده به نیویورک. برو نگران مادرم، مواظبش باش. نگران نباش، مواظبش هستم. میترسم دیگه نبینمش. خدا عوضتون بده، خدا گرفتارتون نکنه. بده در راه خدا، خدا گرفتارتون نکنه، خدا محتاجتون نکنه. رجب علی، تو جناب کجا میری؟ برگرد رجب علی.
زنمو کشتن. 3 روز، 3 هفته یا 3 ماه پیش، فرقی نمی کنه. من 3 روز پیش عکسشو دیدم. 8 دقیقه به 11 صبح مونده. همینم تو خاطرم میمونه. خود لیلی بود، رنگ پریده، اثر گلوله های جوخه آتش خیلی واضح دیده می شود. یکی از گلوله ها مستقیم به قلبش خورده بود. عکاس کارشو با تعهد هنرمندانه ای انجام داده بود. چونهشو با دقت به سمت راست چرخونده بود. حتما قبلش خون پاشیده شده رو صورتشو پاک کرده بود. اگه چشماش باز بود میتونستم بفهمم که این راهرو عاشق در آخرین لحظه هنوز چشم به بلندی های دست نیافتنی داشت یا پشیمون به راه سختی که اومده بود نگاه میکرد. پس کی عروسی میکنی امو؟ سر به کار خودت باشم. سلام خاله محتاقا. سلام، مونده نباشی، سلامت باشی. تا هشم حاضر کنی خدمت رسیدی. خیر بینی عباس جان. خدا قوت عباس آقا. سلامت باشی برادر.
یا عمو عباس، یه غلام کرمانی هنوز میاد سر راه رعنا. بیا عمو جان، محلش نذار. از حسودی داره میتره که عمو عباس. سرت به کار خودت باشم. تو رفته خواستگاری رعنا. رعنا باید جواب رد بده که میده. عباس میگه ایشه حبلی که مرده. سلام رعنا. سلام رعنا نوازم. هر روز بیه بحری سر راه رعنا بایسته. هر روز که عروسی نکردی عمو. همزد که شدیم خب عروسی هم میکنی. سلام خاله گلنسا. سلام عروس خانوم. بیژن هنوز بیدار نشده؟ نه، مگه شب میخوابه که سحر بیدار شه؟ نه خودش میخوابه، نمیذاره من بخواب. مادرم که از سهراب کشوی تا آخرش براش بخونم. هیم میپرسه پدر بزرگ رستم چرا پسرشو کشت؟ آخه پدر جان شاهنامه است، من که نمیتونم عوضش بکنم. بالاخره هم با حق گریه به خواب رفت. بیژن، بیژن پاشو بابا جان. اما عباس رفت. اما عباس، اما عباس بیا بیا. کجا؟ بذار ببینم گردنت قد دسته عصای من شده که برای زن بگیرم؟ نه نشده. ببین آه هنوز خیلی مونده. اما عباس میره. خب مثل همیشه خودم میبرم. تو یواش رو میری. میخوام با اما عباس برم. گل نسا بیا بیا، پسر داره در میره. تو اگر بری کی عصای دست من باشه آخه؟ بلم کنم خودت. بذار برم. تو یواش رو میری. خب عوضش برات قصه میگم. قصه نمیخوام، بذار برم. عوضش برات عرف میشم تو بیای. یا از کجا که به قولت وفا کنی؟ برو خدا قولت، بذار برم. بیا ای بی وفا. بخوری یا باشه. اما عباس، اما عباس بیشم بیا. همون صحرا رفتن پای برا میخواد. همون جا نشنیدی آقا بزرگ میگه سر متکا پر از سرور نمیشه؟ اه هی میگم این بیشن رو نداری، نمیذاره به کارمون برسونم. اشکال نداره همو جان. اه باشی میرسی ها زده. از فردا منم رفتم جنگل پیش آقا تینا. اون وقت چی کار میکنی؟ شما نمیری؟ چرا؟ مگه شل و کورم که نتونم برم بشینم کنج خونه؟ بخاطر رعنا، بخاطر رعنا نمیری. ای کلگانده بدزاد، آخه چقدر بگم رعنا نه و زنمو. عروسی که کردیم بیارمش که خونه، خیالم که راحت شد حتما میرم. مانده نباشی عباس. سلامت باشی. حتما میرم، ننم که نمیشه. نمیذاره بری. بهش نگی یا؟ خب من میخوام نگم، اما میپرسه. گفتم نگو. عمو جو بگو. چشم. اگه برام تیار روز کنی نمیگم. آه کلگانده بدزاد، زحمتی شما شده مخو عباس، دردی سر شده بی اخویسون هم نمی بیای پای زندگی شود. بده من اینا. کاش که منم مثل آقا حسام در خدمت میرزا بودم. هی لیلی سلامتو خوردی؟ بودو بودو حاضر شو بیا بریم صحرا. نه خیلی، من با آقا بزرگ میام. چی کارش کردی؟ قهر کرده. اه کارش نکردم. بیژنه دیگه، همیشه لیلیو اذیت میکنه. گفتن نیاریمشا. خب هی لیلی بیا بریم دیگه. خودم میبرم پیش آقا بزرگ. نه خیم، من خودم به آقا بزرگ میام. خب نه یا بچه جان، من به آقا بزرگ میام. خدا خیر بینی بیژن جان، در صحرا لیلی جان را نگاه کن. لیلی با کنار رودخونه نروی با ها.
خدمت یا خوب بزرگ و فمان جا دیوان رفتی ها؟ ای بی وفا بابی زن مزی نکنه چرا؟ اما از آقا بزرگ هم نشم بسه باری کلا لیلی بیا به تو میگن رفتی یا عروس قشنگم ای عروس قشنگم میخوای برات قصه بگم قصه لیلی و مجنون رو بگو صد دفعه این قصه رو برات گفتم خسته نمیشی؟ نه خیلی آقا بزرگ بذار برات قصه سیاوش رو بگم نه خیلی آقا بزرگ نمیخوام فقط لیلی و مجنون باریکلا خوشم میاد که میدونی چی میخوام و اما قصه لیلی و مجنون همه جا آخرش کجا میرن بارون میشن و میبارن دیدی که یه دیوه دیگه اون ابره مثل دیوه اونم شاخاشه نه خیلی شکل فرشته است ببین اونم بالش راست میگه بال داره اما شکل تیاره است باریکلا ببینم تیاره مگه تا حالا دیدی تو یه دفعه یکیشون از بالای خونمون رد شد مال انگلیسی های لعنتی بوده تو چی آقا بزرگ؟ تو جنگ روسا تیاره ندیدی؟ اون وقتا تیاره نبود شاید هم بود ما ندیدیم اون وقتا جنگ مردونه بود چشم توی چشم میدیدی با کی طرفی؟ کشتیشون آقا بزرگ؟ چه میدونم؟ زدیم و رفتیم جلو جنگ دیگه تیر میندازم تو هم تیر میندازی آخرش هم هیچ یه شاهی میره و یه وزیری میاد و یه گوشه از مملکت هم میدن دست اجنبی ها و صد رقم هم لقب برای خودشون میتراشن فتری شاه روزا چه شکلی هنه آقا بزرگ مثل من و تو آدم هم دیگه یکی موسیا یکی موبور همه جور ببینم فرق همین لیلی با تو چیه؟ لیلی قشنگه خب تو هم قشنگی لیلی تاجیکه تو من کجاییه؟ نمیذاری که بگم تو رشتی هستی یعنی توی رشت به دنیا آمدی پدرت ترکه مادرت کرده من لورم مادر پدر ترک بود یعنی پدرش ترک بود مادرش مشهدی بالاخره من کجایم آقا بزرگ خب تو ایرانی هستی من چی هممون مال همین خاکی خاک چی مال همین خاک هممون زیر همین آسمون حالا شکل تیاره شد نگاه کن نخی هم شکل فرشته است نه خیلی هم شکل سیارست نه آقا بزرگ عبره دیگه هر ساعت هزار شکل میشه ها آقا بزرگ تو تا حالا چند تا تیاره دیدی؟ یه چند تایی دیدم اما ای کاش ندیده بودم خوش به حالت کجا بودن؟ یکیش همین 4 سال پیش بود تو خیلی کوچیک بود اون موقع رشت دست انگلیسی ها بود میرزا میخواست نجاتش بده که با تیاره بهش حمله کردن خونه انگلیسی ها کجاست آقا بزرگ؟ چه میدونم اون ور دنیا اما پدرسگا مثل دارکوب میمونن هر جا یه لونه خوب گیر بیارن فوری تخم میذارن یه بارم وقتی پابرا بودم در خدمت میرزا از فومنات میخواستیم بریم لاهیجان کنار سفید رود یه دشت بزرگ و صاف و روشن یهو سرکله تیاره انگلیسی ها پیدا شد گرم با گرم میچرخیدن و بم رو سر مردم میریختن خیلی ها تلف شدن هرچی هم تیر انداختیم هیچیشون نشد
ایدینا زدن و کشتن و رفتن. خیلی شهید شد. من وقتی بزرگ شدم میخوام شوفر طیاره بشم، هرچی انگلیسیه بکشم. نه بابا نه، جنگ چیز خوبی نیست. منم وقتی به سن تو بودم دوست داشتم برم جنگ. پدرم تو قشون نایب السلطنه عباس میرزای خدا بیامرز بود. داشتن اجنبی‌ها رو از خاکمون بیرون میکردن که شاه بابای نامردش خیانت کرد. موندن تو ولایت غربت گشنه و تشنه. آخرشم دست از پا درازتر برگشتن. روی برگشتن به خونه و محلشون رو نداشتن. تو تبریز موندیم سالها تو ولایت غربت. پدرم مرد، زنگ گرفتم. آقات اونجا به دنیا اومد. بعدشم حاصل اون همه زحمت و از دست دادن 17 شهر قفقاز این شد که خان بابا خان به خودش لقب فتلیشا داد، اروای ننش قاضی مظفر. پس چرا آقا میره جنگل پیش میرزا؟ خب داده منم هی میره پیش میرزا. میرزا هم که نمیخواد به جنگه، مجبوره. اون دلش میخواد سرنوشت مردم دست خودشون باشه، همین. خب منم شوفر طیاره میشم میرم پیش میرزا. من خودم طیاره سوار میشم میرم تو ابر و فرشته بازی. باریکلا، این کار خوبیه. تو که طیاره نداری؟ خب وقتی تو شوفر طیاره شدیدی که باشه، اما عباس قول داده برام درست کنه. خیلی خوب، بستتونه دیگه، بریم دنبال بازی. اگه من بیاتی شاید نمیذارن با دل راحتی چورت سیر بخور. قوت دارم. کاش که ما همار به دنیا می اومده. محلقا برنج با چی به دست میان؟ با رنج و زحمتی ما زنها. خوب گفتی، برنج که نیست، برنجه، مثل ما زنها. من که از زن بودنم راضیم. دروغ نگو. دروغ نمیگم. با گمونم از درد و رنج کشیدن لذت میبری. هیچ که از درد و رنج خوشش نمیاد، فقط عادت میکنیم. من زندگیمو دوست دارم، بچه هامو، خونمو، روز و شب و شوهرمو، زمینمو. تو از خوندن شعر و غزل شاعر شدی، طرزی که تو در برای درد و رنج گپ میزنی. اگر من مرد میبودم باور میکردم. باور کن، ما زنها اینه همین زمینیم، نباشیم زندگی نیست. بسیار کار کردی، خسته ای، سرت ویران شده است. سرم ویران. اما طاقت هم زیاد و دلم بزرگ. قد و بالای بچه ها رو میبینی؟ ما معجزه میکنیم. من که خسته شدم از بس که دلم پر شد و با کسی نگفتم، از بس که تنها موندم. صدها بار خود به خود گفتم این دفعه که بیاید دلم رو میکشویم و خالی میکنم، داد میزنم، فریاد میکنم. میگویم که خستم، میگویم که بیچارم، میگویم که دلم میخواد دربرم باشی، همسرم باشی. نیشو که میکنم
باید مانده نباشی. آفتاب گینیش است، در برم میشیند و یک پیاله چای نوشد و درد دل کند. شب سرش را به بالینم گذارد تا آرام باشم، از هر یک صدا به پا نخیزم. کودکش را تربیه کند. اما وقتی که آمد باز زبونم لال میگردد و حرفی زده نمیتوانم. باز سکوت حرمتش میدارم. آقای سام هم آفتاب نبرامده توفنگش را به پوش انداخته، بعد سوار شده میرود و باز سکوت. منم مثل تو، مثل مادرم، مثل مادرت، مجبوریم بریزیم تو دلمونو دم نزنیم. بنا باشه فریاد کنیم مثل سنگ صبور هزار هزار تیکه میشیم. بیا همین خاموشی های باز که ما رو فراموش میکنن. تو از پا نغلطیدی، بیا یک پیاله چای نوشیم. بیا این دلی نمک رو بیشک که بومزه تر شود. شیطونای ناغلا، خوش خوراک شدی تلا. باز عباس یلتون داد و رفت دنبال نامزد بازیش. یا بخور، یا بخور. میبینی تلا، شیر که پیر میشه سگ بهش میخنده. بخور، اونم سهم توه. داره آواز میخونه، بخونه. خب باسه رعنا میخونه. به من چه چی کار کنم؟ پاشو پاشو سوار تریاشو بریم اما عباسو پیدا کنیم. قول میدی دیگه حیوانا رو اذیت نکنی؟ قول میدم. به سوار شدی؟ خاص لیلی بود آره.
خجالتم خوب چیزیه. اینقدر عصب و بدبخت و بوشی سنه پسته بکن. آی بخته با تیسته. کرده خاله شد تو نگه چه عدایم برم در میاره. حالا با چه سوزی هم میخونه؟ ولکنم نیست. حالا اگه خوش میخون دل آدم نمیسوخ. چه کار داری دختر؟ حتما به گوش اونی که براش میخونه خوش میاد. خوبه والا. یکی براش عصب میشوره، یکی براش آواز میخونه. سلام. تو دیگه اینجا وایسادی برای چی منو برابر نگاه میکنی؟ آبو نجس کردی. اینجا جای عصب شستنه. بذارم وایسای چیزی تو در بیارم. بیا بریم لیلی. سن سرشو بشن خالنو خاک بار سلام سر کیو من خانم کرمالیه دیگه دیدر باز عصبش میره همین هم مانده بنابه سرشی کسم باشه خودم بلدم سرشو بشکنم حالا بریم پی بازیت اون پاشم بده به من لیل بریم شبیرا روز بابو دردی چه زونو لیله شبیرا روز بابو دردی چه زونو لیله 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 پاک خیسم کردی رنا این بار اگه حواسی بلبل شدن کردی برو چهار قدم بالاتر تا اینقدر زخم زبونم ندارن به جای آواز خانم برو شانه دارد اگه خیلی دور بشم که صدامو نمیشنوی ها؟ دیدی؟ دیدی لب رودخانه؟ دیدی منو مسخره کردن؟ خوشحال شدی؟ ناشر که نکردم نامزد ناسلامتی ها؟ خب حالا چی میخواستی بگی؟ خونمو دارم تمومش میکنم حالا تا تمام شه ها تمومش میکنم سا عصری بیا بگو پنجره هاشو کجا بذارم همین هم مانده مردم چی میگن؟ هر چی میخوان بگن از چی میترسی ها؟ بیا زودتر عقد کنی خیالم راحت چی که تو مال من شدی یه خوردن من میرم جنگل بیجا میکنی میخوای بری جنگل برو از همون جام زن بگی همچی میگه جنگل که اینقدر پلو فزونه همون بابا ما رو تنها گذاشته و رفته جنگل برای هفت پشت مو بسته صدا تو بیا پایی میشنوم بذار بشنوم بهت گفته باشم بخوای توفنگ دست بگیری و بری جنگل درد نمیشم اصلا شما مردا غیر جنگ کاری بلد نیستی تو که میخوای بری جنگل رنگ رسانه چیه
نمیشه که همه برن الا من. بچه ها بیان بریم. ها؟ من این حرفا رو نمیفهمم. همین الان تکلیف منو یک سره کن. اگه به من بود که دوست داشتم همش کنار هم باشیم. تو که میدونی از بس بابامو ندیدم خسته شدم، از بس بیوه جوان دیدم. خب این جنگ و دعوا کی میخواد تمام شه؟ وقتی تمومش کنی. خود دیگه نذار التماست کنم. خیلی خوب خیلی خوب، بغ نکن دلم میگیره. آقام پیغام داده آخر این هفته از جنگل بر میگرده. بیاین ببینین حرف آخرش چیه. چیشی پسرم؟ عباس جان بگیره. مواظب کن. خوش خبر باشی عباد الله. خبر خوشه. جمهوری به پا میرسا برا. یا واسط روزنامه جنگل آوردم. دست در نکنه. میگم عباس تا جنگ نشده برو عروسی کن. مگه خبریه؟ آره احسان الله خان نامه سر ناسازگاری داره. عباد الله از آقام خبر نداری که میاد؟ چرا عمو جان، همین امروز و فردا پیداش میشه. هرچی میکوبیم و میاریم و میبریم تازه انگار اول کاره. عمو عباس فکر میکنی کار این خونه چند سال طول بکشه؟ چشم مرد تنبله و دستش زرنگ. عمو جون اون پهنه رو بده. اگه این قسمت صف تموم بشه امشب دوتایی یواشکی میریم از سواری. شاید یه کبابی هم تو قهوه خونه زدیم. عالی میشه عمو، قول دادی یا مرده با قولش. بریم الوار بیاریم. پاشو بکش. ولش کن، دستت زخم میشه رانو. خب چهار تا کارگر بگیر، خودتو کشتی. شب نصف شب برو آقا، شب و روزت هم دیگه قاطی کرد. کارگر کجا گیر میاد؟ نکش. همه رفتن کمک میرزا، من بیچاره شدم اینجا خواجه حرم سرم. خب دارم بزنه برو خیال منم راحت کن. اصلا اگه من نرم تو چطور میتونی سرتو جلو بقیه زنها بالا بگیری؟ خب من میرم که تو سرفکنده نباشی. بکش. سرفکنده چی باشم؟ من برای خودت میگم. بکش. زنم رانا بیا برو بذار به کارمون برسی. قربان دادا جان، من که دارم به تو کمک میکنم. شما که کمک کنید دیگه عمو عباس کار نمیکنه. فکر کنم برای امروز دیگه بسم. خسته شدی. یعنی موز و کباب و اینا هم دیگه هیچی نه؟ کباب سر جاشه.
چشم من فقط تنبل نیست، شیطونم هست. دل به کار بده دیگه عمو. بکش. مگه نگفتم دست زخ میشه دانو؟ باز این دیوانه آمد. تو باید اینجا باید شده من نگاه میکنی؟ بیا اگه راست میگی به جای جنگل جنگل گفتن جلوی این غلام کرملی رو بگی. وقتی میگم دشمن فقط تو جنگل نیست که بری پیش میرزا به حرفا میخندی. بفرما دشمن خودی میخوای جلوش باشتی؟ اینو میگی که فرار کرد؟ این که خیلی کوچیکه. من میخوام تو روی دشمنی وایسم چه تو روم وایستاده باشه. از پس این خودت هم برمیای، نترس. بیا بزنش پیشم، بزنم اون. ببین چه عروسم میاد، خوشگل شده محلقا. خوشگلیش که با مادرش رفته است. اما بد عادتش نکن گلنیسا. عروسم دیگه، لیلی بلا، خانوم طلا. بیا بخور لیلی جون، خوشمزه است. قشنگه؟ آره خیلی قشنگه. بیا بشیار خوش ولی بسات نریزم. عباس و رعنا کجا رفتن؟ تیلا فروشی. نترس، مادرش نمیگذارد که با عباس تنها بیموند. میدونی که خدا به داد عباس بیرسد. بیا بیا غیبت نکن، لابا دروسی سر بگیره میخوای هزار جور حرف در بیاری. من غیبت چی نیستم. بچه زودتر تموم کنیم بریم دیگه، عروس دوماد میرن. و میخوام با لیلی بریم سر راه آقام باشیم. لازم نکرده، بیاییم بریم. آخو بگذار بیرانه، چیکار داری؟ او جنگل نیست که خیرس و پلنگ آنها رو بیخورد. چند وقت شده از آقایشان رو ندیدن؟ پس بگو، دلت برای خودت سوخته. لیلی برو هر جو شده آقای ازمو ببر خونه. من چرا؟ بجن آخو تگر خونه نبری از نهار محرومی. خاله گلنسا، خاله محلقا، پس کجایی؟ یادتونه برای چی اومدی؟ بیاین دیگه. تو حواستو بده به رعنا، ببین چی دستور میده و چی میخواد. به ما چی کار داری؟ خب بزرگتر باید باشه دیگه، نه؟ دروغ میگم رعنا؟ نه، معلومه که راست میگی. پس دروغ میگی؟ بزرگتر یعنی مادری عروس، نزنی برادر و همسایه. این حرفا رو نزن محلقا خانم، ما کوچیک همه خوشگله. خوشگله اما گرانه. قربونت برم رعنا، ببین چه سینه ریز قشنگیه. خیلی گرانه. زرده زرده شله خدا بر مرد سر آقا. کجا میری بیشن؟ او بیگزا بیرم بیشن. Thank you.
سلام ماشاءالله آقا نادر، چطوری؟ این یکی باید کوچیکه باشه میرزا حسن. یه چشم استبداد چه زود قد کشیده. اسم چیه پهلمون؟ غلام شماست، بیژن. باریکلا، حتما اینم منیژه است. کنیزتان لیلی. کنیز و غلام یعنی چی حرفای استبداد پسند میزنی؟ دوره بردهداری نیست که. این همه سینه سپر سر به استبداد میکنیم که هر کسی آقای خودش باشه و غلام خودش. بمونم یادت رفته آقای سام. سرت بگیر میرزا حسن. انگار لازمه تو حتما یه سری به خونه بزنی. بله که باید بیای خونه دادم. تازه خاله گلنسا گفته اگر دادای بیژن نره خونه از نهار خبری نیست. گیلون چه سبزه دارم، میرزا اسبی سوارم. گیلون چه سبزه دارم، برادرا بفرمایید. جنگلی رنگا گردم، تفنگی نارنگ کردم. جنگلی رنگا گردم، تفنگی نارنگ کردم. دست دست جمع بینم، دست دست جمع بینم. گیلو جاری نیارینم، آقایی تکم نخورم لطفا. نازم زنر پیشام، پایم بشم تمام شام. نازاغم زنه پیشام، بایم بشم تمام شد. جنگل ای را قشنگم، قطار قطار فشنگم. جنگل ای را قشنگم، قطار قطار فشنگم. رواری تون لعابم، میرزا را همه جنگم. آقایون حرکت نکنم، دست دست جمع بینم. گیلو جاری نیاری نه، آقایون بی حرکت. نازاغم زنه پیشان، تکان نخوری. پایم بشم تمام شان، تبخن. نازاغم زنه پیشان، پایم بشم تمام شان. آقایون نفس نکشن، آقایون پلک نزنن. دخترمه رعنا. ماشاءالله عروس خوبی گرفتی میرزا حسن. مبارکه. سلام خوش آمد. سلام آقا جان. مبارک بسن. سلام. شکلت داره یادم میره. ترسم نبدرم بشی خانه نیاد. شرمندم بانو، گرفتار جنگلم. تا اونجایی که یادمه همیشه گرفتار بود. جام فدا خالو قربان. سراسیمه غلام پاک، رهنو داره از دستم میره. چشتو با کن بیا، درستش میکنم. باریک الله. کله گنده آقا اومده. دروغگو. به خدا راست میگم. Thank you.
بیشتر خونه باشیم. بچه دیگه بزرگ شدن بهونه رو میگیرن. بچه ها بهونه میگیرن یا مادر بچه ها؟ بازم داریم با هم دعوا میکنی؟ بیاین دیگه بودی بیا نگش میشم من به خاطر شما ها اومدم خونه بیا آقا جون تو چرا اونجا وایستدی؟ بیا دیگه آقا گل بلا گل سر به پا گل بودو بیا بیا دیگه آقاد صداد میکنه همینجور یه دنده و لجبازه به خودت رفته دیگه یا عزیزم اینجوری کنی زنت نمیدن بی غیرت تو نمیخوای بیای بغل بابا ها اینقدر ندیدنه که ازت میترسم چه خبره تو این چاپ خونه که دست بر نمیداری خواستی جنگلی بشی زن و بچه برای چی سلام علیکم خدا قوت عباس خدا قوت شما برام خوش آمدی پس کار این خونه کی تموم میشه تمومش میکنم رعنا زودتر رعنا داره پیر میشه تا من تموم نشدم تمومش کن پسر من آرزو دارم های رعنا عروس کم دوتا گل از این داغه داده به این پسر پیر شی دخترم به من نه به عباس بیان برین تو آقل ببینین چه سوغاتی براتون آوردم برو آقا جان گل نسا ببین چی آوردم برای بچه ها آخه چرا جدا کردین زبون بستر از مادر آخه مادرش مرده بود منم آوردمش برای بچه ها نازش کن آقا جان ببین گردنش ناز کن آها. تو هم همینجا نازش کن آها که عادت کن کجا؟ برم کن بذار برم لیلی رو گفت آقا نه کن آقا جون الان میره همه دنیا رو خبر میکنه دنیا شده لیلی 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 آی لیلی 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 آی لیلی چی میگی؟ لیلی خوب هست بشن جون پدرت اومد برای آقا آورده از آقای سوم خبر ندارد نگفت کی میآید؟ نه نگفت هی لیلی آقا برام آهو آورده قشنگه؟ آره خیلی قشنگه چشش عین چشه توه خب دادایی منم برام میاره داده خوش آمدی Красивая!
بگیر دنیا. آقا جان سلام. من هم برایت آهو می آورم، یک آهوی می آورم که دستر از پیشم در کوهو داشت و دنبالت می دود. حالا بیرم، حالا بیرم. ببین اگر خوشت آمد من هم به تو آهو می آورم. های مهلکا، های مهلکا، نه سلام، نه علیک، نه کپی، نه گفته. این رسمی تازه است یا دل کندی عزیزم؟ من دل کندم به این صوف یا تو که همیشه بعد از همه میایی؟ با گمانم جنگل گوهر چشمانت را برده است که سفیدی گیسویم را نمیبینی. اینها را در آسیاب سفید نکردم، دورین تو پیرم کرد. آه سلام میخواهی؟ میفرما، این هم سلام. های مادر شهر، خانمی خانم ها، پریزاد، اون تاری نقره هزار مرتبه را زیباتر کرده. خوش زبانی نکن، خوش زبانی نکن. اگر این زبان نمی داشتی تو رو کارگو می خود. جانم فدایت. اگر هر کس به خاطر یارش به خانه برود که استبداد در یک شب حاکم می شود، مگر تو نمی خواهی که این شبی تاریک سحر شود؟ چرا می خواهم، اما دیگر طاقت دوری تو رو ندارم. مانده شدم، خسته شدم. می فهمی این رفیقت مرزا هم نمی پرسد زن و بچه تو دور از کاشانه وطن چی می کنند؟ جانم فدای خستگی هایت پریزا. اگر گویم که مرزا هم چشمش شده است که زنی خودش را ندیده است آرام بگیرم؟ چرا آرام بگیرم بیچاره زنی مرزا؟ جانکم، تا خورشید به عالم نتابد هیچ خانه ای روشن نمیشه. آه که با این زبان شیرینت مر رو از خونش میبروری. شاخ نباتی من، برای این عاشقی خسته، غیر از این گلدان پیشکش دیگری نداره؟ پیشکش میخوایی ها؟ پیشکش میخوایی؟ صد دفعه بهت گفتم دست تو دونه پرنده ها نکن، کله گنده شیطون. تو رو خدا، تو رو خدا من اصلا نزنتش. اگر بذاری ادبش کنم که اینجوری نمیکنه عزیز دلم. به جای آزار و اذیت پرنده ها برو اون روزنامه رو دست بنده کن. بابا این کلاغا دیوونه. من فقط میخواستم واسه لیلی یه جوجه کلاغ بیارم که یه هار ریختن سرم. حقت بود، برای اینکه دست تو لونشون کرده بودی. ببینم آقا بیژن، اگه تو کلاغ بودی یه آدمی زادی میومد بچه تو میدزدی چی کارش میکردی؟ ها؟ چی کار میکردی؟ جواب بده. اگه یکی بیاد تو لونه تو همین لیلی رو ازت بدزده چی کارش میکنی ها؟ بله آقا بیژن، بله، همه جنگ و دعواها سر اینه که
آدم ها دست تو لونه هم میکنن. خب تو اون کله خشکت رفت؟ خب آره لیلی جون، تو هم کمکش کن دست بندی کن. باری کله دو خودت ببر بهش بده. بالاخره این سخت تموم شد. بیا عروس گلم برات غذا آورده. سلام خانم خاج. سلام گل نسا. رانا جان پاشو بلند نسا. پاشو خسته شدی. من که دارم میتازم دیگه. بوشو بوشو قربان بشن تو عروسی. بوشو خدا به خیر کنه نیومده زین کردی. مجبورم دست و پاهم رو. تفنگ و قطافشنگ برای چی؟ اوضاع ناامنه. مرکب جمهوری گیلان خوش نشده، خیانت شروع شد. آره مثل همیشه. احسان الله خان از این طرف، یه نامرد دیگه از اون طرف. دسیسه انگلیسام که تمومی نداره. در سوخته های شبه آدم و با سایه خودشم دعوا میندازن. حالا که بر میگردی؟ تا خدا چی بخواد. ای حالا که بر میگردی؟ وقتی که خونه ام و عباس تموم بشه. بازم که رفت. پس خونه ام و عباس که تموم میشه؟ من چه میدونم که تموم میشه. خیلی قیل و قال مرغ و خروسا کم بود، این آهو هم اومد روش. بیا میریم سرمش بدم خط بنویسیم. رستم و سهراب خسته و مونده از اسب پیاده شدن. خون و عرق از جای جای بدن این دو پهلوان پیلتن میچکید. چشم در چشم، پنجه در کمر هم بردن. به کشتی گرفتن نهادند سر، گرفتند هر دو دوال کمر. هر آنگه به خشم آورد بختشون، کند سنگ خارا به کردار مو. سرف را سهراب با زور دست، تو گفتی سپهر بلندش ببست. غمی بود رستم بیازی چنگ، گرفت آن بر و یال جنگی پلنگ. خم آورد پشت دلیر جوان، زمانه بیامد نبودش توان. زدش بر زمین بر به کردار شیر، بدانست کو هم نماند به زیر. رستم از ترس اینکه نتونه این پلنگ تیز چنگو روی زمین نگه داره،
با زانو روی سینه سهراب نشست، خنجر از کمرش کشید، دستشو بالا برد، یک آن چشم پدر و پسر تو هم گره خورد. رستم بیچاره نمیدونست چرا انقدر از چهره اهورایی سهراب خوشش میاد. تو سرش آتیش بود، تو دلش طوفان. وظیفه رستم کشتن هر کسی بود که علیه سنت های باستانی و تخت تاج کیانی قیام بکنه، اما دلش پر از مهر این آشوبگر جوان بود. اگه سهراب کشته نمیشد چی میشد؟ سنت های قدیمی به باد میرفت و جهان تازه متولد میشد. اما رستم بیچاره نگهبان جهان کهنه بود. آتیش تو کاسه سرش زبونه کشید، طوفان دلشو خاک کرد، بی‌رحمانه خنجرشو به پهلوی سهراب فرود آورد و اون رو درید. سبک تیغ تیز از میان بر کشید، بر شیر بیدار دل بر درید. سهراب فریاد کشید: آی نو پهلوان ناجوان مرد، اگر باد خبر کشته شدن منو به گوش پدرم رستم برسونه، دودمانتو به باد میده. قرش این جوان بند دل رستمو پاره کرد، اشکش روان شد، نالی: چیستی؟ چه نشانه ای از پدر داری؟ سهراب مهره ای که به بازو بندش بود نشون داد، گفت: منم سهراب، پسر تهمتن، رستم دستان، یل سیستان. تو کیستی ناجوان مرد که دیروز دینت میگفت اول بار خاک شده ایران نمیکشم و امروز بی امان خنجر میکشی و پهلویم را میدری؟ آره عزیزای من، رستم بیچاره نمیدونست زور بازشو در اختیار قدرتی گذاشته که حتی به پسرش هم رحم نمیکنه. موشدارو رو وقتی میاره پسرش بابا بینی جم عباس کجاست؟ آقا چه وقت الوارو بردم؟ Oh, my God.
خدایا شکر. اینو که ده بار تا حالا دیدیم که نه؟ آخه ندیدیم که خوش همه دنبالم بیا بابا حالا باشه تنگ غروب باره کلم خیلی خوشگله حضر میارم دنبالم میاد بله خیلی خوشگله حالا برید پی بازیتون خب بذارید من به کارم برسم خب بذار خونه تو بهش نشون بدم دیگه نمیشه ببین داره باد میاد پدو پدو برید پی بازیتون خب خب حتما یه چیزی میشه دیگه عمو بودو یا نزید یالا یا عزید عجب بچه هایی انا رفتن با هزار بدبختی میگم رانا عروسی که کردیم باید دیر بچه دار بشیم باعث درد سرم میگم این بارم پنجره بذار تا هر جا میشینیم صحرا و جنگل رو ببینیم ها پس چی؟ میگم بیا ببین برای همین میگم که بگی چی میخوای مردم حرف در بیارن چی؟ مردم غلط میکنن تازه تا بخوان حرف در بیارن خونه تموم شده عروسی کردیم و خلاص ها بعدم سوار اسبت میشی و میزنی به جنگل جنگل چی؟ شکر خدا جنگ که تموم شد جمهوری هم که به پا شد دیگه چه قصه ای داریم؟ جنگ تمومی نداره صد بار آقام گفته جنگ تموم شد باز چهار روز بعد شروع شد باید قسم بخوری که تنها نمیزن قسم؟ خب آره میگم رانا بی بچه هم که نمیشه ها پیروکور میشه این تنها میمونیم ها مگه نه؟ شما اینجا چی کار میکنید ناغله ها؟ مگه نگفتم برید پی کارتون ها؟ چه خیالی دارم شوفو تیاره معلومه
سوغاتی غیر آتیش و بم ندارم. کیا ما عباس؟ امیرا که تو تیارن دیگه. این چی؟ اینم شوفرش پیداست؟ آخ خیلی قشنگم. خودت درستش کردی؟ با چی؟ مرده و حرفش. یه روز با همین اسبم زیبا با تیارت کورس میذارم. آخه اسب و تیارمو تا چشم زنیم رفتن. اسب و تیاره و ماشین نداره عمو جون. مرد اگه مرد باشه مرکبش هرچی دنیا رو میگیره. آخ هیچی نشده زخمی کردی امو. خیلی قشنگه بیزه. باشو برنه ایلی بازی کنی. دارم رنگش میکنم. هر وقت تمومش کردی؟ خب تمومش میکنم میگه. خیلی خوب، حالا اینقدر اینجا وای نستم. شرم ببین دارم بهم میخنده. تو هم که همش چشت به مردمه. چرا اینقدر مثل دزدا به مال خودت چشم ندوز؟ چهار سبای دیگه میاد خونت. باید تو رو زودتر زنه به جای نامزد بازی برو رنگ اون خونه رو هم نیمه شبون نزدیک ها ببین باز سرکله انگلیسی های لعنتی پیدا شد پسر بوی باروت میاد به جو برو کارت برس برو میدم باریکلا بلند شید بچه ها این با من کرده جم اون بار ایزومو بده به گلنسا مواسه پاش نریزه مکان نخورید هلکم نزنید باریکلا من وقتی که در دوربینو برمیدارم یک گنجشک میپره بیرون پلک نزنید اگه پلک بزنید گنجشک رو نمیبینید آخه نمیشه اگر من پلک نزنم از تو چشم اشک میاد خب اگر پلک بزنید عکس کو میشه پلک نزنید نفس نکشید یک دو سه چهار پنج باریکلا چرا گنجشک نایمه؟ حتما پریده پلک زدی دیگه نخه من پلک نزدم پس اکرمون کو حالا کو خیلی مونده مگر شما نمیخواید هینو بندی رو تماشا کنید بیاید بریم دل شد آی گلنسا بریم نمیاد یه عکس یادگاری بگیریم چرا نمیاد طاقت بیار بذار کارم تموم شه بزنم قد خودت بچه دوری مرده هستن
عروسی عباس دیگه، یک شب که هزار شب نمیشه.